باز هم خوش آمدید به نهای عزیز. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار دارم. قسمی که همه شما میدانید امروز 5 سپتامبر برابر با 14 سنبله برابر است با روز جهانی کمک های خیریه. در این قسمت برنامه مهمان خوبی داریم، استاد عبدالفتاح جواد، رئیس نهاد خیری احساس. با ایشان در مورد فعالیت های نهاد خیری احساس، در مورد روز جهانی کمک های خیریه و ای که چه فعالیت های دارن، در کدام بخش ها فعالیت میکنن و در تمام ولایت افغانستان فعالیت های زنها چگونه است، با ایشان بیشتر صحبت خواهیم کرد. در قدم اول استاد محترم را خوش آمد میگیم. جواد سی بسیار داد به استودیوی اسویلا خوش آمدین. سلامت باشین، من خوش شدم. سلام تقدیم میکنم به علیکم السلام و رحمت الله شما و بینندگان تلویزیون هلال. سلامت باشین استاد. به صورت عموم فعالیت های شما این رقم است که یعنی روند توزیع کمک های شما، بس یعنی وقتی که جایی که آفات طبیعی می باشه، مثلا زلزله می باشه یا هم مثلا سیلاب می باشه، جایی به مشکلات و مصیبت های طبیعی مواجه میشه، فعلا وضعیت قسمی است که اکثر زیادی از کسایی که در گذشته پولدار بودن، بسیار غنی بودن و وضعیت اقتصادشون بسیار خوب بود، ولی اکنون هم اونا با مشکلات اقتصادی بسیار زیاد مواجه هستن. فعلا روند کمک های شما یا فعالیت های نهادی خیریه احساس چیگونه است؟ اصلا خو نهاد خیریه احساس تنها در حالات امرجنسی که ضرورت به کمک عاجل می باشه کار نمی کنه، بلکه او یک بخش کار نهاد خیر احساس است. کار ما، فعالیت ما در مجال های متعدد روان است و جریان داره که میشه باز به تفصیل سر از او یاد بزنیم. قضیه کمک های مردمی به نهاد خیر احساس روز به روز افزونتر میشه، بخاطر از اینکه ای خو درست است که یک ماه وضعیت طوری شد که تغییرات آمد، تغییرات سیاسی در افغانستان و یک نوع وضعیت غیر مستقر اقتصادی را به میان آورد که بانک ها بسته شد و معاشات مردم به اصطلاح معطل شد. مگر باز هم ما یک تعداد بزرگی افغانهای خود، هموطنان خود در بیرون از کشور داریم که روجا اونا همیش تلاش کردن که در این تو وضعیت امنان خود را نسب کنن و مردمی که در داخل افغانستان هستن و خوشبختی خویی شد که امو سیستم ارسال پولیشان از بیرون به داخل افغانستان که حواله های بانکی بود خواستن ویستر اونیون استاد کتاس و پختو مرسل مشکل نشتن و منیگرام او هم جریان پیدا کرد و این سبب شد که الحمدلله پس ام کمکا اثر گرفته شد. من گپ دی تیر میاشت که امدغه بحرانی حالت که تقریبا تر زر و زیاد و کورونیو تک بمک رسوله بله هغه پانان ته چاغه دی جنگ لوجه نه د هیواد د شمالي ولایتونو نه کابل ته راغلی و غوسره مو مالی مرسته وکړه، خوراکي توکي مو ورته واخیست او د دوی بیرته خپل کور او کلي ته او خپلې سیمې ته په انتقال کې مو ورسره مرسته وکړه. نو زه فکر کوم چې دغه یو مرحله ده، استثنایي ده، یو میاشت شل ورځې. امیدوارم چې که چېرته حکومت اعلان شي، کابینه اعلان شي او بیرته ادارې په خپل کار باندې کومه سابق کار شروع کړي، زه ډېر تشویش نه لرم انشاءالله چې د وطن کې بعد اقتصادي پیاوړتیا او ښو پرمختګونو یو سلسله هم شروع شي. استاد، فعالیت های شما در ولایت مختلف دوردست چیگونه هست؟ قسمی که همه ما میفهمیم در این روزها هموطن عزیز ما به مشکلات بسیار سختی روبرو هستند، نه تنها در کابل بلکه در تمام ولایت افغانستان. شما به روزانه چی پروگرام دارین؟ منگه خو یو سلسله هغه پروګرامونه دي چې د یتیمانو لپاره لرو، هغه جریان لري. تعلیمي پروګرامونه دي، د هغوی ظرفیت سازي ده، هغوی د کورنیو سره مرسته ده. نو هغه مخکې نه چې موږ کوم پروګرام شروع کړی و هماغه په خپل شکل سره دوام لري، له هرات نه نیولې تر مزار و قندوز او ننګرهار، کابل او نورو جو کې.
یو سلسله هغه کومکونه یا هغه فعالیتونه دي چې هغه مونږ د ښځو دپاره خاصتا د بې سرپرسته ښځو د کونډو دپاره چې په جنګ کې خپل خاوندان او خپل مېړونه د لاسه ورکړي د هغو د ظرفیت سازۍ دپاره مونږ څه مرکزونه جوړ کړي دي چې په هغو کې دوی ته کار ورښیي او د کار زمینه ورته برابرونه هغه هم روان دي په خپل شکل سره. مثلا دي چې دلته وضعیت دغسې و دي که نه فعالیتونه روان یو عاجل کومکونه دي چې مونږ تقریبا دغه پرون ورځ وړمه ورځ په قندهار او هلمند کې تر 15 پورې غویان حلال کړل او غوښه مو هلته فقیرانو بیچاره خلکو ته ورتقسیم کړه. په هرات کې مو تقریبا په همدې ورځو کې تېره اونۍ یو 100 غریبو کورونو ته کومکونه لرل او دغه سلسله دلته په کابل کې هره ورځ ادامه لري. مونږ هغو خلکو ته چې هغه په دې ورځو کې له ستونزو سره مخ دي هغوی سره مالي همکاري کوو او هغوی ته خوراکي توکي ورکوو او هغه لباسونه او د کور ظروف او وسایل چې کابل کې په مختلفو نواحیو کې زموږ هېوادوالو مونږ ته راورسول او راجمع یې کړو راوړو هغه مو په مختلفو خلکو باندې تقسیم کړو. دې نه یو 40 ورځې مخکې مونږ نورستان ته د خپلو مرستو یو قافله ووړه. هغه کلی چې تاسې خبر وی چې یو بسته کلی سیلاب وړی او هغې ته متاسفانه چې څومره خیریه موسسې وي ډېر کم مقدار کې هلته لاړې او کومک یې وکړ. الحمدلله مونږ خپله کومک هغې ته ورسو. جلال آباد ښار کې مو ظروف او نور شیان جمع کړي هغه هم ورته ورسول او خوراکي توکو مرسته مو ورسره وکړه. الحمدلله زموږ کومکونه احساس که درته ووایم چې په خیریه نهادونو کې یا خیریه موسسو کې احساس ډېر فعالیتونه لري او پیشتازه ده په دې ډګر کې مبالغه نه. بسیار خوب استاد، اگر بیم در مورد پرسونل شما گفتن می کنید چقدر شما کارمند دارین، روش نمو به حساب اداری و مدیریت شما چه رقم است، در چند ولایت شما فعالیت دارین و آیا شما در هر در 34 ولایت افغانستان مثلا نمایندگی های رسمی دارین یا ای که فقط در وقت های که سیلاب زده می باشن یا مثلا آفات طبیعی می باشه فعالیت شما اجرا میشه یا چه رقم است؟ منګ په کابل ښار کې مرکزی دفتر لرو. دین علاوه په او غټو ولایتونو کې چې هغه زونونو کې مرکزونه دي هلته رسمي دفترونه لرو او په نورو ولایتونو کې موږ ټیمونه لرو، رضاکار ټیمونه. مثلا موږ په هرات کې دفتر لرو، کندز کې دفتر لرو، مزار کې دفتر لرو، ننګرهار کې دفتر لرو، قندهار کې دفتر لرو، دې خواته خوست طرف ته دفتر لرو. چې کوم د زونونو په سطح مرکزونه دي، مرکزی ولایتونه دي، هغې کې موږ خپل رسمي دفتر لرو، رسمي کارکنان لرو او هغې ته معاش ورکوو. خو د دې نه علاوه موږ په هر ولایت کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خپل رضاکار ټیمونه لرو. موږ سره رضاکار خلک که نارینه دي او که زنانه همکاران دي هغوی راسره مرسته کوي. دې وجه نه موږ چې کومې سیمې ته هم ضرورت شي د کومک رسولو مونږ ډېر زر رسولی شو. اول ته ډېر په اسانه او منظم او شفاف شکل باندې مونږ کومک هلته توضیح کولی شو او مستحقو ته رسولی شو. نو تقریبا مونږ تر 40 پورې داسې خلک لرو چې په مرکزي دفتر او ساحوي دفترونو کې هغوی زموږ منظم کارمندان دي، پوره ورځ وخت راکوي او مونږ هغې په بدل کې ورته معاش ورکوو. بسیار خوب استاد، اگر بیم در مورد از این بحث کنیم که ارتباطات شما با نهادهای خیریه دیگر در داخل افغانستان هستن و یا هم نهادهای خیریه به سطح بین المللی یا خارج از کشور و یا هم تاجران افغان با آنها شما هم ارتباط چیز دارین، کمک ها چیزی هست یا خیر؟ نو دا یو ضرورت وی چې خلکو سره داخل او خارج کې د انساني هغه بنیادي او اساسي ضرورتونو د رفع کولو او اړتیاو د پوره کولو لپاره رابطه وشي. دا دنیا اوس یو کلی ده او که یوه سیمه کې یو مشکل په یو انسان راشي د نورو سیمو خلک د نورو هیوادونو خلک هغو سره د همکارۍ او د مرستې یو اراده لري، تصمیم لري. په دې بنیاد باندې د خیریه مؤسساتو ترمنځ رابطه هغه د انساني هغه کومکونو په بنیاد باندې دا یو ضرورت وي. دې وجه نه احساس ورځ تر بلې د احساس سره د نورو خلکو رابطې ډېرېږي. یعنې موږ هم کوشش کوو چې رابطې وساتو، لیکن د کله نه چې احساس
په رسنیو کې را ظاهر شوی دی او را څرګند شوی او فعالیتونه یې علني شوي دي او ډیرو خلکو ته رسیدلي دي. افغاني تجاران، بهر میشتي افغانان، هغه که د دنیا په هر برخه کې دي او حتی داخل کې زموږ هیوادوال او خیریه نهادونه او بنسټونه، هغه که د داخل نه دي او که د بهر نه، خارجي مؤسسات ټول رابطه کوي او رابطه یې ورځ تر بلې قوي کېږي. او الحمدلله احساسم دغه ظرفیت لري چې د هغوی هغه پروګرامونه، د هغوی برنامې په منظم شکل سره تطبیق کړي او د هغوی مرستې مستحقو خلکو ته په منظم شکل باندې ورسي. سلامت باشین، بسیار تشکر. استاد عبدالفتاح جواد، رئیس نهاد خیریه احساس، یک جهان تشکر استاد به برنامه تشریف آوردین. ډیره مننه. کور مو ودان. سلامت باشین. و الحمدلله عزیز، گزارش داریم در مورد کنفرانس علما که امروز برگزار شد. اینه با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. همزمان با ادامه درگیری ها میان افراد تحریک طالبان و جبهه مقاومت در پنجشیر، امروز شماره از علمای دین در کابل در یک نشست خبری از تحریک طالبان و جبهه پنجشیر خواستند که هرچه زودتر آتش بس کنند. امروز برای جنگی پنجشیر اصلاً توجیهی نداریم. اصلاً توجیه اسلامی، اخلاقی، وجدانی و انسانی نداریم. قسمی که برادرها گفتند، خواهشی ما از برادران امارت اسلامی هم است که در مقابل یهود و نصارا 2 سال تمکین کردیم. در مقابل برادرتان چند روز دیگه تمکین کردن نمیتونیم؟ چند روز از حوصله کار گرفتن نمیتونیم؟ خواست علمای افغانستان از طرفین درگیر که فعلا هم درگیر است این است که قطع جنگ علی الفور، چون جنگ جاری در کشور، علل و عواملی که در این کشور گفته می شود برای فعلا ختم است. هر دو طرف مسلمان است، هر دو طرف کلمه می خوانند، هر دو طرف فرزندان مسلمان است، همه طرف ها بچه های مجاهد هستند. بلند خواهش مایی است که فلفور جنگ قطع شود. جنگ طبیعت دی آبادی لمن زورل دی، نو عاجل غفتنه اسلامی امارت نم دی منگ داده چه جنگ بند شی، دی صلح للاره، دی خبرو للاره، دی حوار للاره دا موضوع حل شی. از دو جنا و ای کانفرانس هم به می خاطر در نظر گرفته شد که قطع جنگ فلفور شوه، خونیزی بند شوه و هر دو جنا از جبهه پنجشیر و از امارت اسلامی، خواهش ما و خواهش علما همی است که برای یک ما اقلا تمدید کنند صلح را، مصالحه را و گفتشونیده. این علمای دینی همچنان از تحریک طالبان خواستند که محاصره اقتصادی و اجتماعی ولایت پنجشیر را هرچه زودتر تمام کنند و برای تشکیل یک حکومت همه شمول اسلامی که همه اقوام خود را در آن ببینند تلاش کنند. اما ملت بیچاره پنجشیر باید راه باز شود و برای از اونا موادهای ارتزاقی برسد که یک ماه تقریبا 15 روز است برق در اونجا قطع است، شبکه‌های تلفنی قطع است و ارتباط با مردم قطع است و تمامی برنامه های حیاتی که ریسک چی را میگه برادران؟ ریسک ماین تفاوی حیات گفته میشه. روزی را ما سر مردم بند نکنیم. از جانب امارات اسلامی جهت هموار شدن راه گفتگو تقاضا می نمایم که تعزیرات وضع شده بر پنجشیر را رفع نموده تا مردم عام و ملت شریف بیشتر از این متضرر نشوند. از 4 طرف مسدود شده راه، نه توتنان و نه هم دانه پرستومال به مسیر پنجشیر می راه. از هیچ راه ادعاها دروغین است. ما هر چه را روان میکنیم جز اسلحه دروغ هست. در مجموع ملت مکمل تار و مار شده. ملت با حتی مشکلات اولی صحیح را داره. یک تا پرسومال یافت نمیشه مگر وان مسلمان نیستن. این خواست ها در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر جنگ شدید میان طالبان و جبهه پنجشیر شدت یافت است و طالبان مدعی شدند که 5 ولسوالی این ولایت را تصرف کردند. اما جبهه مقاومت میگوید که طالبان در 3 ولسوالی این ولایت در محاصره بودند که بیش از 1000 تن آنها کشته، اسیر و تسلیم شدند.